یو سلام سلاطین، دکتر سنا هستم. خوش اومدین به کانال خودتون در خدمت نیمای گل گلاب. خیلی ترمک ماست دیگه، ولی واقعا سایتی که داریم و از نیما داریم و اینکه شما میتونید دوره رو خیلی راحت بگیرید همش به خاطر امروز میخوایم به یکی از صحبتهای شما گوش بدیم در خصوص مصرف کوکائین بیس. بریم که داشته باشیم، برو که بریم. سنای عزیز سلام، من مرد هستم و اینکه میخواستم بگم که من تمام موادی که توی دنیا وجود داره من رو کاغذ نوشتم و 21شو من زدم امتحان کردم، حالا یا یه بار یا چندی. یکی نوشته 21 خیلیه. و این که تو فکر کن یکی بنویسی و به 21ش رسیده باشی، خیلی رکورد بزرگیه. بعد با من اسم میکنم نامرد با افتخار این حرفو گفت. قطعا اصلا هدف بندی بود، یه هدف گذاری بود که از 21 رد شم رکوردها رو جابجا کنم، خودم بشمونم. گل، حشیش، کتامین، مجموشون، الستی، ترامان دول، بدو، شیره، تریاک، زولی، آلپرا، کولوناز، اکس، کوک، مولفین، ریتا، الکول. تا الان که شمردم منم 15 تا تا الان که همین الان در چومت تو زنم 15 تا، ولی بعضی هاشو مثلا شاید یه بار زدم، دو بار زدم. ولی خب در مورد بیس یا کوکائین، مخصوصا بیسه، میخوام بهت بگم که به بچه ها بگی بیس یه ماده ایه که به نظر من اگر شما بریزیش تو دریا، دریا خشک میشه. یعنی اینقدر تأثیراتش بد، مخرب و کثیفه. به نظر من ماده کثیفیه، یه ماده شیطانیه. رفاقت ها رو من دیدم، رفاقت های 20 ساله رو من دیدم که سر بیس به هم خورد. بیس و کوکائین فرقشون چیه؟ نگاه کن، میتونیم بگیم فرقش مثل هروئین و کراک. یعنی چی؟ یکم بیشتر. میتونیم بگیم فرقش مثل شیر تریاک و مورفینه. از این لحاظ میگه، از لحاظ غلظت و قدرت و پتانسی میگم ها. یعنی تو میتونی بگی که آقا فشرده شده کوکائین میشه بیس برای اینجوری، و اینه در اصل یعنی کرک کوکائین. یعنی کراک کوکائین یا کوکائین پخته شده. چرا بهش میگن کرک؟ چون وقتی نگاه کن کوکائینو دماغی میزنی، ولی بیسو تو نمیتونی دماغی بزنی، باید بذاری رو جوز بکشیش، فندک بزنی، آتیش میگیره. به جاش کوکائینو تو نمیتونی آتیش بزنی، فهمیدی؟ حالا چرا بیس بیشتر تو ایرانه؟ نه، کی گفته بیس بیشتر تو ایرانه؟ تو ایران بیشتر بیس اعتماد بیشتری دارن بهش تا کوک. همونقدر که کوکائین میزنن بیس هم میزنن. من نشیدم بیس بیشتر تو ایران باشه. بچا حتما توی کامنت ها بگید که آیا بیس تو ایران بیشتره یا کوک. رپران بیشتر بیس رو الان میگن دیگه، و کوک هم میگن. ولی شما بچا حتما بگید، من اطلاعاتم بره بالا، شاید من دارم اشتباه میکنم. و واقعا هم اگه اینجوریه چرا بیس محبوب تر از کوک؟ میدونم یکی از علت های محبوبیتش اینه که خب پتانسیش بیشتره. و عرضم به حضورت که شاید هم به خاطر اینکه دود کردنیه، چون کوک وقتی تو میکشی خب به اون سپتوم بینی و اینا آسیب میزنه، ولی بیس اینجوری نیست. نکته دیگه ای که وجود داره، بیس در واقع بازه. خب یعنی چی؟ یعنی به کمک یه سری فعالیت‌ها، یه سری روندهای شیمیایی میان یک هیدروژن از کوک میگیرن، میشه فری بیس کوکائین، یعنی یک باز آزاد از کوکائین. متوجه شدی؟ خب برای همین بهش میگم بیس، یعنی فرم یه هیدروژن از کوکائین گرفتن، کوکائین شده باز و اون شده کوکائین و اون شده کرک. خود کوکائین خونسای هستن. آره، و در واقع مثلا توی ما، توی ایران اگه تو بگی کراک، منظور کراک هروئینه. یه هروئین اومدن فری بیسش کردن شده کراک. اما تو کل دنیا تو بنویسی تو گوگل کنی کراک، کراک کوکائینو میاره. متوجهی که کراک کوکائین همون بیسه که داد دستم بیسه رو. آره، و بیس اسمش چرا میان کراک؟ چون وقتی میذاری روی جوز آتیش میزنی صدای شکستن میده، صدای کرک شدن میده. آفرین، برای مثل شیشه کرک. سر اینکه تو جنس با هم میشنستیم، مثلا جنس میزدیم، بعد حالا جنس اون تموم میشه، تو از مال من زدی و نمیدونم این سر یه دود 6 گرم 7 گرم در روز ما بیس میزدیم، سر دود آخرش که الان ساقی هم گوشش خاموش بود، ما دعوامون میشد که این دود مال منه یا مال توه. یعنی اینقدر آدم ها رو ببخشید لاشی میکنه،
و سطح آدم ها رو میاره پایین. من یه ویدیو از یکی که توی محتوای خارجی دیده بودم، مرده داشت تجربه خودش رو از اعتیاد به کوک میگفت، از بیس میگفت، میگفت بیس میشه بچه تو، انقدر عاشقش میشه آدم که انقدر میشه جزویت و از تو. بیس میگن یه حسی بهت میده که عشق محضه، یعنی درس میشه جزوی از تو و تو حاضر نیستی یک دودشو به کسی بدی، حتی به بچه خودت حاضر نیستی یه دودشو بدی، انقدر میشه جزویت و اصلا میشه زندگی تو، توی لایف استایل تو میشه، تو حاضری هر کار بکنی برای رسیدن بهش، متوجهی؟ وقتی معتادش میشی. کلن هم یه چیزی بین معتاد و مشترکه، مخصوصا تو شیشه و بیس و کوکائین و اینا، اینطوریه که غذاشون رو به هم دیگه میدن، جای خوابشون رو به هم دیگه میدن، ولی از جنس نمیگذرن. خب ولی باز شیشه خیلی با کوکائین، شیشه ارزونه، کوک باز گرون هم هست. یعنی اینقدر آدم ها رو ببخشید لاشی میکنه و سطح آدم ها رو میاره پایین. اینا رو میگم به خاطر اینکه میگم که من خیلی مواد رو زدم و همه چی رو گذاشتم کنار و به خودم اومدم، خدا رو شد. ولی بیس واقعا کثیفه، واقعا کثیفه. من دیگه آخری یا روزی 6 گرم بیس میزدم و هر شب یه خشاب کلوناسپام روش میخوردم که این به من اختلال شعور میداد و اصلا دیگه نمیفهمیدم چی کار دارم میکنم. یا به خودم میومدم میدیدم 5 شبانه روزه که من نخوابیدم و اصلا دیگه حالیت نیست که داره چی کار میکنی، یعنی مغزت خاموش میشه و فقط بدنته که کار میکنه. یعنی چی اختلال شعور ایجاد میشه؟ نمیدونم منظورش از اختلال شعور چی؟ یعنی مثلا یه کلمه خاص نیست بین دراگ‌های مختلف؟ نه نه مثلا تو بدونی؟ نه 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 نه، یه استنباط شخصی. من خودم رو کشیدم بیرون از این چیزا، دمت گرم. ولی خب هنوز متاسفانه خیلی از اونایی که با من بودن که وضع مالشون هم خوبه، هنوز داخلشن و نتونستن در بیان، از هیچ کس کمک نمیگیرن، قبول نمیکنن که اصلا اعتیاد دارن و عاشق این موادن و این میتونه که واقعا زندگیشون رو به خطر بندازه، یعنی یه چیزی نیست که باش شوخی بکنی و حتما 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 باید برن پیش یه دکتر اعصاب روان تا بتونن ترک کنن و من همین کارو کردم تا تونستم ترک کنم با دارو. اگه بخوای سر خود بیس رو ترک کنی خیلی عوارض جانبی شدید داره، ممکنه اصلا آدم بکشی، ممکنه خودتو بکشی. آره چون شدیدن افسرده میشی، دوپامین لولو بالا میبره، به سقف میچسبه. آره. دوپامین لول شیشه بیشتره یا بیس؟ من فهم میکنم بیس، ولی بیس از شیشه تا جایی که من خب میدونی لعنتی ما داریم راجع بیس صحبت میکنیم، یعنی تو ایران معلوم نیست اون واقعا بیس باشه. من میگم یه قسمتی از این که این دوپامین لولش بالاتر از شیشه سر اینه که گرونتره و تو حس کردی دارن ماده بهتره رو میزنن، بابت همین یه دوپامین دیگه بهت میده که من دارم جنس بهتره رو میزنم. 1% معتادای ایران دارن اینو میزنن. اصلا من راجع به این خیلی صحبت کردم، من میگم آقا تو مثلا با یه پیکان تصادف کنی اینه میری اینور اونور بگی من با یه پیکان تصادف کردم، ولی وقتی با میباخ تصادف کنی همه جا میری میگی آجی من میباخو زدم به دیوار. فهمیدی چی میگم؟ یعنی اون افتخار میکنی از این که تصادف کردی. تعداد کسایی هم که تو لایوت من دیدم دارم کوکو کنار میذارم، دارم بیسو کنار میذارم، دارم تونیو کنار میذارم، خیلی بیشتر از کسایی که دارم میگن شیشه رو کنار میذارم، در صورتی که معتادای به شیشه و کسایی که کنار گذاشتن خیلی بیشترن، ولی افتخار به این که تونیو دارم کنار میذارم خیلی بیشتره. شاید هم طرف لاشی بازی میاد تو دایرکت اینجوری میگه دوتا بیسی پیدا کنه، این دیگه دو تا بیسی دیگه. بعد میدونی بیس چه جوریه؟ بیس یه جوریه که وقتی به اون درجه اعتیاد میرسی، ما همه اینا رو داریم در خصوص اعتیادش میگیم، یه جوریه که تو وقتی مثلا بیس حالا میگیم جوز اولو میزنی، خب جای این که حس خوبی پیدا کنی استرس میگیری که یه جوز کمتر شد. فهمیدی چی میگم؟ یا حتی کوک مثلا تو 10 تا لاین طرف ریخته، لاین اولو میگیره، جای این که حالش خوب شه بیشتر استرس میگیره که 9 تا بیشتر نمونده. فهمیدی چی میگم؟ یعنی انقدر روش تشنه میشی، انقدر روش دوست داری بزنیش، انقدر مثل بچه
وحشت واقعا که وقتی تو میزنی جایی که آروم شی، جایی که حال کنی، استرس اینو میگیری که وای یه دونه از بچه‌هام کم شد، حالم داره خراب میشه. فهمیدی چی میگم؟ و خیلی جالبه هر چی این لاینا جلوتر میره، هر چی این روزا جلوتر میره، استرس یارو بیشتر میشه از تموم شدنش. یه جوری طمع هستن. آره آفرین، دقیقاً. فادرم خیلی تعریفا دارم که واسات از مواد بگم، ولی واقعا ساعت ها شاید طول بکشه. راجع به میگم که همه مواد شما از اسید بگیر، ترامادول، متادون، دی ام تی، چانگا، نمیدونم اکس، هر چی که بگین من زدم، ولی خب واقعا آشغال ترین و بدترین موادی که تو زندگیم زدم و بهش معتاد شدم و بدترین دوران زندگیم، زندگی وقتی بود که بیس میزدم و اسنیف میزدم. خیلی ممنون دختر شریف ایرانی بابت اینکه تجربت رو با ما به اشتراک گذاشتی. هم ما چیزی یاد گرفتیم، هم این نیمای عزیزمون یه چیزی یاد گرفت، و هم بچه ها متوجه این داستان شدن. میدونین بچه‌ها، شما وقتی بیس رو شروع کنین مسلماً چیزایی که داره این دختر عزیز میگه رو درک نخواهید کرد. چرا؟ چون همه چون اصلا داستان اینه، شما اگه از هر چیزی از همون اول بخواد تخریب ایجاد کنه که شما معتادش نمیشین. اینا موقعیه که شما از اون دوران طلایی میگذری و میبینی که سر بیس داری همه چیزتو میدی و داستان و فلان و از این جور چیزا، و بیس جزو چیزاییه که میتونه شما رو از عرش به فرش بیاره. و خیلی جالبه 100% کسایی که معتاد بیس میشن تو عرشن، قطعا با تو عرش باشن که برن سمت بیس دیگه. بیس فازای عزیز ولی دمش گرم که تونسته بذاری کنار، کار هر کسی نیست. دمش حالا باید باشه دایره اصلا بازی. یه چیزی دیگه هم که هست بین بچه‌ای که بیس میزنن، من اینو شنیدم، اینه که یه سری ها پارامتری که واسه رابطه میخوان اینه که پسره یا دختره بیس بزنه. یه لول این که این پول داره، یه لیبل پولدار بودن بهش میشه. ولی فایده نداره، پارانویدی بدی میکنه بیس آدمو. میگم باید با این دختره دایرکت بازی بکنم که تجربهشو بیشتر بگیرم، چون به قول تو مثلا این سوال هنوز من ذهنم درگیر این سواله که چرا تو ایران بیس بیشتره، اصلا آیا تو ایران بیس بیشتره، یا حالا من خودم از لحاظ علمی فرق بیس و کوکو میدونم، خب یا شاید هم اگه تجربه داشتم، چون من تجربه اعتیاد بهشو نداشتم اون تخریباشو نمیدونم، متوجهی؟ برای همین خیلی دوست دارم کسی که زیاد زده رو بدونم که آقا اینا تفاوتاش چی از نظر اون، متوجهی؟ از نظر، چون کسی که زیاد زده، مثلا من الان انقدر زولپیدم زدم، میتونم بگم فرق زولپیدم مثلا آلپروزولام چیه، یا انقدر مثلا گل و هشیش زدم میتونم فرق گل و هشیش رو بگم، در حالی که اگه فقط خونده بودم دقیقا نمیدونستم داستانش. یا مثلا کسی که تریاک و شیره نزده نمیتونه فرقشون رو از لحاظ تجربی بگه، میتونه از لحاظ علمی بگه، ولی کسی که زده خیلی قشنگ میتونه اون ریز کاریا تجربه کمیشه بالاتر از علمه 100%. خوبه با ما موافقی. بچه ها دمتون گرم، اگر دوست دارید شما هم تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید تا یه درسی باشه برای دیگران و به بقیه کمک کنید، چی کار کنن؟ حتما دایرکت IMDRSANA تجربه های خودتون رو توی اینستاگرام IMDRSANA یه هایلایت هست همکاری با ما، یه شماره تلگرام اونجا هست بهش پیام بدین و ویدیو یا وایس برای ما بفرستید تا ما بهش ریاکشن بدیم، حتی اگه بخواین هم تصویرتون شطرنجی میشه هم صداتون روش افکت میاد عوض میشه کلن. مواظب خودتون باشین، تا دیداری دیگر، بدرود بدرود.